نشست علمی روزانه آیت الله ماسه صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه 26 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در این نشست در رابطه با تحیت سلام فرمودند تهیت خاصی که بر آن سلام نام نهاده شده و در روایات خاصه از آن به تهیت الاسلام تعبیر شده فقط مربوط به زبان عربی نمی باشد بلکه شامل هر زبان دیگری نیز می شود و اگر در سایر زبانها ها کلمه دیگر گفته شود که معنای سلام از آن فهمیده و مترادف معنای آن است آن کلمه در حقیقت همان سلام است معظم با ما اشاره به اینکه سلام موضوعی عرفی است و از برداشت مردم گرفته می شود فرمودند این تهیت خاص در زبان عربی با گفتن سلام علیکم معنا شده اما اگر در زبان دیگری از لفظ دیگری استفاده شود که به همین معناست، است مقتضای قاعده این است که جواب دادن آن تهیت به آن زبان واجب است ایشان با اشاره به واجب نبودن جواب دیگر تهیت ها فرمودند در تهیت سلام جواب به اعتبار روایات معتبری که در باب تهیت خاص و منحصر سلام آمده واجب است و شامل هر زبانی می شود چرا که مختزن چون این حکم می کند که فهم عرف از کلمه تهیت سلام فقط منحصر به خصوصیت این کلمه در زبان عربی نمی شود و منظور معنای این کلمه در هر زبان دیگری است آیت الله عزمان شیرازی با اشاره به مختلف بودن تهیت ها فرمودند مشهور آن است که جواب سلام علیکم فقط در هنگام ورود واجب است و در تهیت ودا که در زبان عربی نیز از همین لفظ استفاده می شود جواب آن واجب نیست این مسئله در عربت هم ذکر شده و آنچه که از ظاهر ادله استفاده می شود این است که جواب در تهیت ابتدایی و نتهیت ودا واجب است با هم فرمایشات آیت الله از ماشیرازی را ببینیم و بشنویم نه ببینید اصل زبان تو ذهن به یه جایی داره این را فرموده که به الهام خدای عز و مثل که خوب و بدی را به الهام خدای عز و یعنی از جانب خداست چون خود اون خدای عز و سببه اما دیگه کشش هاش و فروعش و این چیزاش نه دلیلی نداره این قاعدتا باید حادث باشه مال خود افراد باشه یعنی یک اصل زبان ها هست اصل لغت هاست این ظاهر روایات اینه که به الهام خدای عز و خدا الهام فرموده که همین تو آیه شریفه داره که من آیاتی از آیات خداست اما این توسعه اینا از دلیلی استفاده نشده که اینا کلش به الهام خدای عز و خدا عقل داده با عقلشون افراد یه چیزای زیاد و کم کرده